رهبران جنگ یا پرچمداران صلح. دیدارهای پنهانی محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم سانگزی رئیس عمومی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در قطر با موافقت‌ها و مخالفت‌های برخی از اعضای مجلس نمایندگان روبرو شدند. یکی دو نفر سه نفر دیگه است که کل کار در افغانستان پیش می‌برند. ما تعجب از این داریم که چرا در تقسیم کار صورت نمیگیرد. افغانستان گفته نده چه صلح باید پا افغانستان کراشی دی خوار غریب و مظلوم ملت دی پرا چگا ترنن ورز پوره کریگی و جلکیگی. برخی از قانونگذاران و مقامهای پیشین حکومت این دیدارها را به معنای پشت پا زدن به شورای عالی صلح میدانند که با مصرف میلیون ها دلار مسئولیت اصلی پیشبرد گفتگوهای صلح را دارد. وقتی که دولت از اینا استفاده نکنه دیگه خوبیش ایست که آبرومندانه رخصت کنه اینا. و اما پگواش که در گذشته چندین نشست را با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان برگزار کرده است در این باره چنین میگوید. فکر میکنم که در مرحله اول ضرور نیست که پاکستان در این موضوع داخل شوه، در که ما تجربه ما شما که داریم که نتیجه نداده که ملاقات های دولت چی شد. در این میان واشنگتن از چگونگی نقشش در روند گفتگوهای صلح افغانستان چیزی نمیگوید. ما از روندی که به رهبری افغانان و سوی خود افغانان برای پایان دادن به بحران این کشور به پیش برده شود پشتیبانی کرده ایم و خواهیم کرد. با این همه شاخه جدا شده طالبان گفتگوهای صلح را در بیرون از افغانستان رد می کند. زده هر چه سره تلون کوم د اسلامي اورمو چوکاټ مطابق زده هر چه سره په لار زم د هر افغان سره زم خو زه نه غواړم چې خپل مذاکرات په قطر کې پر مخ یوزم. زه نه غواړم خپل مذاکرات په هندوستان کې پر مخ یوزم. زه خپل مذاکرات په افغانستان کې پر مخ بیانیم. ریاست جمهوری در این باره جزئیات به دست نمی دهد، اما تاکید می ورزد که حکومت افغانستان از هر گزینه ممکن برای گفتگو با طالبان کار می گیرد.